بهشت و دوزخ مطلب فلسفی نیست. به همین سبب در فلسفه به معنی اخص کلمه همچو بحثی مطرح نمی شود. فیلسوفی بیاد از همون لحاظ که فیلسوف است راجع به بهشت یا دوزخ حرف بزن، این کار رو هرگز نمی کند. یعنی معنی ندارد که همچو کاری انجام بگیرد، خارج از موضوع، خروج موضوعی داره برای فیلسوف که بحث بکنه راجع به بهشت و دوزخ، مگر اینکه فیلسوف متکلم باشد. یعنی در عالم مسیحی یا در عالم اسلام که علمی به نام علم کلام به وجود آمده است و کسانی به اون پرداختند، که البته علم کلام اصطلاح خاص اسلام است و مسیحی ها به اون علم الهی میگویند، اما مسلمین چون علم الهی رو جزئی از فلسفه اولا از متافیزیک حساب میکنند، این است که این علم به خصوص علم کلام میگویند. صاحب علم کلام یعنی شخص متکلم است که میتواند از بهشت یا از دوزخ حرف بزن. منظور از علم کلام چیست؟ منظور از علم کلام اثبات معتقدات دینی از طریق عقلی است. به این معنا که اصولی رو اتخاذ میکنن که اون اصول نباید با وحی، با حکم وحی، با حکم کتاب منافات داشته باشه، و از اون اصول بر طبق روش منطقی و اسلوب عقلی نتایجی استنتاج میکنن و به این ترتیب مطابقت این عقاید رو با اون اصول نشون میدن و در جریان بحث معلوم میدارن که با اون چه به حکم دین مقرر میشود با اون چه به حکم عقل اثبات میشود با همدیگه مباینت ندارن. یه همچین کسانی رو فیلسوف به معنی خاص نمیتوان نامید، چون فیلسوف یا حکیم که اخص از فیلسوف است کسی است که جز حکم عقل یا حکم اشراق چیزی رو معتبر نگیرد، یعنی چه به حکم عقل عمل کند چه به حکم اشراق به هر صورت خودش رو فارغ از دین بداند در بحثی که میکنند. فیلسوفی مثل ابن سینا که حکیم مشائی است، یا فیلسوفی مثل سهروردی که حکیم اشراقی است، هرگز در بند اون نیستند که اون چی میگویند آیا با حکم اسلام موافقت دارد یا موافقت ندارد. صرف با حکم عقل بحث میکنند یا صرف اون چه بر اونها اشراق می شود بیان میکنند. البته این خالی از اون نخواهد بود که نتایجی که به دست میارن با حکم دین موافقت داشته باشد، ابا ندارن، امتنا ندارن از این کار که اون چه میگوین با حکم دین موافقت داشته باشد، و حتی تصدیقم میکنن که موافقت دارد، برای اینکه هر دو حقیقت هست و دو حقیقت نمیتواند با هم مباینت پیدا بکنه. اما قصدشون این نیست، غرضشون این نیست که وقتی بحث عقلی میکنند مطلب دین رو اثبات بکنند. یه همچه کسانی فیلسوف و معنی اخصند، به همین سبب اینها نمیتوانند در بحث خودشون کاری به بهشت یا به دوزخ داشته باشند. البته با بقای روح کار دارند، وارد بحث در بقای روح می شوند، سعی می کنند اثبات کنند که روح باقی است اگر متأله باشند، و سعی می کنند که اثبات کنند که روح باقی نیست اگر فیلسوف مادی و طبیعی باشند.
یا بیان میکنند که این مطلب خارج از بحث ماست و ما نمیتوانیم در اون به حکم عقل قضاوت کنیم، پس کنار میمونه. در مورد اون هم مثل بسیاری از مطالب لا ادری میگویم، اگنوستیسیست میشوم، یعنی نه به اثبات نه به نفی هیچ گونه حکمی در مورد بقای روح نمیکنم. به هر صورت این بحث در فلسفه عنوانی دارد، بحث راجع به بقای روح، چه به اثبات چه به نفی چه با عزل نظر، یعنی ترک توجه به این مطلب از لحاظ اثبات یا از لحاظ نفی. و این بحث منحصر میماند به علم کلام، چه کلام مسیحی چه کلام اسلامی، که البته فارغ از ارتباط با فلسفه هیچ وقت نیست، مخصوصا در قرون وسطا که اصل اعتبار دیانت و تسلط مطلق دیانت در شرق و غرب بود، مشکل میتوانست فیلسوفی ارتباطش با مسائل کلامی قطع بکند. ابن سینا خواسته است این کار رو بکنه و موفق هم شده، بسیار کوشش کرده که وارد بحث دین نشود، صرف به حکم عقل قضاوت کند، ولی همیشه این کار نتونسته بکنه. و از جمله عجایب اقوال او قولی است که در مورد همین معاد داره، در مورد معاد جسمانی، بعد از اینکه اثبات میکند که نفس باقی است و بقای نفس بقای روحانی است، به بقای نفس از لحاظ جسمانی که توجه میکنه، یا بهتر بگیم معاد جسمانی رو که در نظر میگیره، میگوید این مربوط به دین است، من به حکم کسی که قول او رو تصدیق میکنم و اصح اقوال میدانم و صدق مبین میدانم، قبول میکنم که معاد جسمانی است، یعنی به عنوان تصدیق اون که از ظاهر قرآن برمی آید این رو قبول میکنم، ولی اعتراف میکنم که عقل من از اثبات اون عاجز است. بنابراین در بحث فلسفی خودش صرف معاد روحانی رو اثبات میکنه، معاد جسمانی رو غیر قابل اثبات از طریق عقل میداند، و زبان حالش این است که اگر کسی معاد جسمانی رو بپذیره، صرف باید به حکم دین بپذیرد، در حکم عقل راهی برای قبولش نیست، چون میخواهد فیلسوف بماند. اما چند صد سال بعد از او فیلسوف دیگری به نام ملا صدرای شیرازی، چون نخواست فیلسوف صرف بماند و ضمناً متکلم هم شد و قصد اثبات عقاید دینی از طریق عقل رو هم کرد، کوششی کرد در این که معاد جسمانی رو اثبات بکنه، برای اینکه اون که حکم دین است با حکم عقل هم درست در بیاد. حالا تا چه اندازه موفق شد یا نشد کاری به این مطلب با نداره. اما یه بحث دیگری هم میتوانیم بگیم در فلسفه از بهشت و دوزخ میشود، و اون در بین فلاسفه شرق است. وقتی میگوییم فلاسفه شرق، منظورمون شرق ایرانه، یعنی فلاسفه هندوستان، فلاسفه چین، حتی حکمای قدیم ایران در عهد باستان قبل از اسلام. منتها فرقی که وجود داره و باید در نظر گرفت این است که در این ممالک هیچ وقت فلسفه از دین مستقل نبوده، جریان مستقلی به نام فلسفه وجود نداشته، همیشه فلسفه با دین همراه بوده. شما نمیتوانید تاریخ فلسفه هندوستان رو بنویسید بدون اینکه در ضمن اون تاریخ ادیان هندی هم نگاشته بشود. دو جریان نیست به نام فلسفه و دین که مستقل از هم دیگر باشد، هر دو یکیست و معتقدات دینی است که آراء فلسفی رو هم تشکیل میدهد. بنابراین خود به خود اونجا وقتی بحث میکنن راجب این مطالب هم بحثی به میون میاد. در فلسفه یونان که
کسانی وارد این بحث شده اند و کسانی وارد نشده اند. کسانی که وارد شده اند در بحث عقلی و از لحاظ فلسفی وارد نشده اند، بلکه اونها با توجه به اساطیر، میتولوژی، با توجه به قصص در این مورد حرف زدن. مثلا فیلسوف شهیر و نامدار یونان افلاطون رو که در نظر بگیریم، میبینیم گاهی صحبت از دوزخ میکنند، صحبت از عالم زیرزمینی میکنند، حتی بحث جغرافیایی هم در باره اون میکنند و رودها و جویبارها و کوهها و چشمهاش هم شرح میده. نظیر همون مباحثی که در کتب شرعیات درباره طبقات جهنم، درکات جهیم و چاه ها و نهر ها و عقرب ها و مار ها و آتش های اون می شود. اما صرف این بحث، بحث اساطیریست، یعنی قصه ایست که باز می گوید، تمثیلیست که می کنه. و هر موقع که در بحث عقلی وارد یک همچه مطالبی می شود، فوراً افسانه‌ای به میون میاره، قصه‌ای باز میگه، تمثیلی ذکر میکنه، تا در ضمن اون از بحث عقلی خارج بشه و بتواند مطلبی رو مجسم بکند از راه این قبیل تشبیهات که بیشتر با قصه و افسانه مناسبت داره. اما فیلسوف دیگری به نام ارسطو که هرگز نخواسته از افسانه بگوید، جز چند اشاره‌ای اونم در تاریخ فلسفه و به مناسبت اشاره به بعضی از عقاید قدمای خودش کرده راجب این مطالب، میبینیم که هرگز سخنی از بهشت یا از دوزخ نمیگوید، چون اصولا بحث در مورد بقای روح رو هم به نحوی که متداول در فلسفه فلاسفه دیگر است او عنوان نمی کنه، جز یه اشارهی که قابل تأویل به اقسام مختلف هست در این مورد نداره. بنابراین خود به خود طبیعی است که بحثیم از بهشت یا از دوزخ به عنوان شخص فیلسوف نخواهد داشت، و اگر چیزی بگوید یا چیزی رو بپذیرد به عنوان اعتقاد دینی یا توجه به اساطیر و تمثیلات و قصص رایج در بین مردم میتونه باشه. پس به این ترتیب بهتر این است که ما مطلب رو در مورد بهشت و دوزخ از لحاظ فلاسفه طبقه بندی بکنیم، به اقسامی تقسیم بکنیم، ببینیم هر قسمی از اونها رو چطور میشه عنوان کرد به طوری که در خور بحث ما باشه. البته وقتی می در خور بحث ما، چون مطالبی که ما بحث میکنیم جنبه امری دارد، بنابراین با اعتقاد به بقای روح و مکافات اخروی مربوط میشود، با اصطلاحات ادیان گذشته که بهشت و دوزخ هم از جمله اونهاست مناسبتی پیدا میکنه، اینه که ناگزیر در بحثی که پیش میاد یک سلسله مقدمات فلسفی باید داشته باشیم برای توجه به اون مباحث. قسم اول رأی کسانی از فیلسوفان است که اینها فیلسوف طبیعی مشرب، فیلسوف مادی مذهبند، یعنی اصولا به روح به عنوان لطیفه غیبی معنوی غیر مادی در انسان قائل نیستن و خدا رو هم نمی‌شناسن، عالمشون محصول عالم طبیعت. البته برای همچون کسی صحبت از بهشت و دوزخ کردن بی‌معنی خواهد بود، همونطوری که به اصل مطلب که بقای انسان بعد از مرگ است اعتقادی ندارد، تا فرع عمر هم که مکافات اخروی باشد و بهشت یا دوزخ از همین جا معنی پیدا بکنه بپذیره یا وارد بحثش بشه، برای اون هم مطرح نیست.
فلاسفه دیگری که از این قبیل نیستن، اسپیریتوالیستن یا بعضی از اقسام ایدئالیسم رو قبول دارن و نظایر همین مطالب اصول عقایدشون رو تشکیل میده، چون انسان رو فقط جسم انسان نمیدانند به بقای او قائلند. و البته وقتی به بقای او قائل بودند، ناگزیر در نحوه اعتقاد به بقای او با هم دیگر تفاوت پیدا میکنه، عقایدشون اختلاف پیدا میکنه. بعضی از اینها قائل به بقای جسمانی انسان میشوند، که اعتقاد به بقای جسمانی انسان، بقای جسم انسان ناگزیر رنگ دینی به خودش میگیره. به مناسبت این که در ادیان تصریحاتی یا تلویحاتی وجود دارد که اگر نخواهند اونها رو با سمبولیسم دینی معنی بکنن، یعنی تعویل به باطن بکنن و علائمی اشاراتی به بعضی از مطالب معنوی بدانند، مفید این است که باید به بقای جسم قائل شد، یا به عبارت دیگر انسان رو با جسم خودش زنده بعد از مرگش پنداشت. و گفتیم که وقتی فیلسوفی وارد این بحث می شود و همچه اعتقادی می پذیرد، ناگزیر متکلم می شود، یعنی علم حکمت به علم کلام تبدیل می شود در نظر او. یه همچه کسی با توجه به این که مذهبش چه بگوید و چه بخواهد، اعتقادش و نحوه تفسیر اعتقادش در این مورد تفاوت پیدا خواهد کرد. اگر مسلمان باشد طوری خواهد گفت، اگر مسیحی باشد طوری دیگر خواهد گفت، اگر برهمائی یا بودایی باشد طوری دیگر خواهد گفت. چون در مقام متکلم است که سخن میگوید، یعنی به هر صورت توجهی به مذهب برای استنتاج عقاید مذهبی از اصول عقلی دارد. اما ما بدون این که ارتباط بدهیم این مطلب رو با ادیان، چون بحث ما بحث فلسفی است در این مجلس، نه بحث دینی، در اینجا سعی میکنیم فقط خود همون عقاید رو تلخیص بکنیم. از این دسته از اشخاص، یعنی کسانی که قائل به معاد جسمانی هستند، بعضی قائل به تناسخ که قاعده جاریه رأی عام در بعضی از ممالک مشرق زمین مثل هندوستان است و در یونان هم سوابقی از این اعتقاد وجود داره. بزرگترین حکیم یونان و شاید بزرگترین حکیم عالم که افلاطون باشد، به اون قائل هست، قائل بود. بنابراین ناگزیر طرفداران دیگری هم در بین حکمای دیگر پیدا کرد. کسانی که به تناسخ قائلن، خلاصه اقوالشون این است که روح انسان که در جسم اوست یک دوره از زندگی در این جهان برای تکامل او کافی نیست. این تشبیه رو هم می کنند، مثل کسی که یک پیراهن در سراسر عمر برای او کافی نیست، باید پیراهنها رو بپوشد و کهنه کند و پاره کند و کثیف کند و به دور بریزد و
پیراهن دیگر بپوشد، این تن هم برای روان مثل پیراهن برای تن است. روان تن رو به کار میبرد، میپوشد به خودش، با اون کار میکند، کنفت میکند، کهنه میکند، کثیف میکند، پاره میکند و دور میریزد و پیراهن دیگر از نو به بر میکند و این بار با اون پیراهن به سر میبرد و از این پیراهنها بسیار باید بپوشد و بدرد و دور بریزد تا بتواند دوره حیات خودش رو به عنوان وجود محدود به سر برساند. حالا وقتی میگیم دوره حیاتش رو به عنوان وجود محدود به سر برساند، منظورمون چیست؟ منظورمون این است که اصحاب این اعتقاد معمولاً قائل به کل حقیقت هستند، قائل به این هستند که در عالم یک کلی هست که همون حقیقت هست و البته اون کل رو هیچ وقت با خدا نباید اشتباه کرد، با خدا به اون معنا که در ادیان کلیمی و مسیحی و اسلام با اون آشنایی داریم، با اون مفهوم خدا نباید اشتباه کرد. در این که بیشتر رنگ از نیستی دارد تا رنگ از هستی داشته باشد. خدای ما وجود مطلق است، اما خدای اونها اگر بتونیم تعبیر کنیم یک نوع نیستی است به جای این هستی باشه. نیستی به این معنا که ترک هر گونه تعین وقتی پیش آمد، وقتی همه چیز سلب شده، حذف شده، از میون رفت، اون وقت اون چی میماند حقیقت است. بنابراین هر انسانی یا هر موجودی با وجود محدودی که دارد تعینی داده است به اون حقیقت عام که خودش باید فاقد هر گونه تعینی باشه. به همین سبب باید سیری بکنه در راه کمال و اون سیر در راه کمال او رو متوجه به این مقصد میکنه که بتواند به نیستی بپیوندد، درست در مقابل تعبیر عرفانی اسلامی است که میگویند انسان طی سلوک عرفان رو میکند تا به وجود مطلق بپیوندد. اینها میگویند مراحلی رو طی میکند تا بتواند به نیستی بپیوندد. نیروانای هندی رو با فنائف الله اسلامی و یونانی نباید اشتباه کرد، برای اینکه در واقع اونها منظورشون پیوستن به نیستی است با ترک هر گونه تعینی که نشان از هستی محدود داشته باشه. انسان آلوده می شود، انسان گرانبار می شود در زندگی این جهان، گرد و خاک روشو می گیره، اوساخ روشو میپوشونه، زشت میشه، پلشت میشه و چون این طوره بیشتر سنگین میشود برای اینکه بماند، سبک روحی و سبک بالی خودش رو برای اینکه بتواند از این قالب محدود خارج بشود و به نیستی بپیوندد، یعنی ترک تعین در خودش بکند، از دست میدهد و چون این طوره بنابراین اینقدر باید به سر ببرد و در این جهان بماند تا بتواند به اون مقام برسد و این دوره محدود عمر چندین ده ساله ما برای هر کسی کافی نیست به این مقام برسه. این است که تن رو میپوشد، میفرساید، به دور میریزد و تن دیگری رو به کار میگیرد. کدام تن رو به کار میگیرد بسته به این است که در اون مقامی که از این تن میمیرد یا این تن رو از دست میدهد در چه حالی باشد. متناسب با اون حال میتواند به تنی پست‌تر از تن خودش
که حتی جماد ممکنه باشه یا نبات ممکنه باشه یا حیوان ممکنه باشه یا انسان دیگری ممکنه باشه، مادون او حلول پیدا بکنن یا به تن دیگری فراتر از خودش وارد بشه و از این تن به اون تن چندان سفر بکند تا به نهایت راه بتواند برسد. یه همچه عقیده به تناسخ میگوین که البته بهشت و دوزخش در همین جهان است، به این معنا که هر بار که در تن دیگر وارد میشود چون انتخاب این تن برای او، مناسبت این تن برای او مربوط میشود با اون چه در حیات گذشته خودش با تن سابق خودش کرده و بوده است، به همین مناسبت در این تن پاداش یا کیفر زندگی اون تن خودش رو میبینه. این تن میتواند برای او بهشتی باشد، میتواند برای او دوزخی باشد. در واقع انسان کیفر اعمال خودش رو در زندگی های گذشتش در زندگی های آیندهش پس میدهد. بنابراین گاهی که میگوید من چه کار کردم که این همه مکافات ببینم، این همه کیفر ببینم، یا چه کار کردم که این همه رنج باید بکشم، با غفلت از ادوار گذشته حیات خودش بوده که در اون زندگی هایی که داشته و در تنهایی دیگر به سر می برده چیا کرده و اون چه کرده بد بوده یا خوب بوده. یک نوع بهشت و دوزخ است به صورت جسمانی، یعنی با به سر بردن در این تن در بهشت بودن یا در دوزخ بودن و کیفر یا پاداش دورهای گذشته زندگی خود رو پس دادن. البته همین که این دورها تمام شد به سر رسید، یعنی بنا بود وجود حقیقی انسان آزاد بشود، دیگه تنی نماند، نه بهشتی هست و نه دوزخی، چون دیگر وجود محدودی از شخص باقی نیست، به نیروانا رسیده است، به نیستی پیوسته است و در همونجا آرام گرفته است. می‌دانیم شوپنهاور فیلسوف معروف آلمان چه ذوقی و چه شوقی نسبت به همچه فلسفهی داشت که انسان بتواند به نیستی به پیوندد و در اون نیستی آرام بگیرد و همین آرام که با نیستی مناسبت دارد، چون جنبش هست که با هستی متناسبه، غایت قصواییست که میتوان به اون رسید و به همین سبب هر چیزی که سکون بیاورد، هر چیزی که سکوت بیاورد، هر چیزی که آرام ببخشد و قرار بیاورد همون نیکوست. و میدانیم که شوپنهاور در چه عواملی این سکون و قرار رو، این آرام رو میجست که از جمله اونها هنرها بود و تاج سر هنرها که موسیقی باشد و از جمله اونها فلسفه بود و از جمله اونها خود همین دین بودا بود. منظور این است که بدون ورود در تفصیل مطلب و در جزئیات مطالب که خارج از بحث ما خواهد بود، بگیم که یک نوع از اعتقاد به بهشت و دوزخ به این ترتیب است که مستلزم اعتقاد به تناسخ میشه. یعنی انسان کیفر کارهای گذشته خودش رو، چه نیکو باشد چه بد، یعنی اون چه در دورهای دیگر حیات در بدنهای دیگر مرتکب شده است در این دورها پس میدن. اما البته میدانیم که این رو همه فلاسفه قبول ندارن و اصولا از لحاظ فلسفی اثبات عقلیش کار دشواری است، صرف اعتقادی است که باید داشت، قابل اثبات نیست.
که بتوان گفت یه همچه چیزی به این دلیل باید وجود داشته باشد یا به این دلیل وجود دارد. یه اعتقادی است که انتخاب میکنن، ترجیح میدهن، بر میگزینن و خوب میبینن، زیبا میبینن، نیکو میبینن و میپسندن بدون این که بتوان اون رو به دلیل اثبات کرد. اما برای نفیش، برای ردش دلائل بسیار وجود داره، از جمله این که یا ما به چیزی جز تن معتقد نیستیم که در اون صورت صحبت از حقیقت وجود انسانی که از تنی به تن دیگر برود معنی پیدا نمی کنه. باید ماتریالیست باشیم و ترک این اعتقاد رو بگیم. اما اگر به چیزی دیگری جز تن معتقدیم، اون چیز دیگر یا عامه یا خاصه، یعنی یک روح کلیش که نسبتش به همه چیز و همه کس یکسانه، در اون صورت روح شخص نمیتونه باشه تا بتونیم بگیم حیات شخصی پیدا میکنه. اما اگر حیات شخصی پیدا بکنه، این تشخص براش وقتی حاصل شد متناسب با همون تشخصی که دارد تن برمیگزینه، بنابراین نمیتواند از تنی به تن دیگر برود و همون شخص به ماند که قبلا بود. از عبدالبها وقتی بیان این مطلب رو میفرمایند در کتاب مصاحف مفاوضات اشاره به همین قاعده فلسفی میکنند که گفته شده است لا تکرار فی تجلی، تجلی تکرار نمیشه. اگر بنا بود اون که قبلا وجود داشت همین شخص باشد، نمیتواند تن دیگر برگزیند، چون این تن با اون روان مناسبت پیدا میکنه تا شخصی به وجود بیاید و روانی که در این تن به سر میبرد در این دوره ها پس میدن. اما البته میدانیم که این رو همه فلاسفه قبول ندارند و اصولا از لحاظ فلسفی اثبات عقلیش کار دشواری است، صرف اعتقادی است که باید داشت، قابل اثبات نیست که بتوان گفت یه همچه چیزی به این دلیل باید وجود داشته باشد یا به این دلیل وجود دارد. یه اعتقادی است که انتخاب میکنن، ترجیح میدهن، بر میگزینن و خوب میبینن، زیبا میبینن، نیکو میبینن و میپسندن بدون این که بتوان اون رو به دلیل اثبات کرد. اما برای نفیش، برای ردش دلائل بسیار وجود داره، از جمله این که یا ما به چیزی جز تن معتقد نیستیم که در اون صورت صحبت از حقیقت وجود انسانی که از تنی به تن دیگر برود معنی پیدا نمی کنه. باید ماتریالیست باشیم و ترک این اعتقاد رو بگیم. اما اگر به چیزی دیگری جز تن معتقدیم، اون چیز دیگر یا عامه یا خاصه، یعنی یک روح کلیش که نسبتش به همه چیز و همه کس یکسانه، در اون صورت روح شخص نمیتونه باشه تا بتونیم بگیم حیات شخصی پیدا میکنه. اما اگر حیات شخصی پیدا بکنه، این تشخص براش وقتی حاصل شد متناسب با همون تشخصی که دارد تن برمیگزینه، بنابراین نمیتواند از تنی به تن دیگر برود و همون شخص به ماند که قبلا بود. حضرت عبدالبها وقتی بیان این مطلب رو میفرمایند در کتاب مصاحف مفاوضات اشاره به همین قاعده فلسفی میکنند که گفته شده است لا تکرار فی تجلی، تجلی تکرار نمیشه. اگر بنا بود اون که قبلا وجود داشت همین شخص باشد، نمیتواند تن دیگر برگزیند، چون این تن با اون روان مناسبت پیدا میکنه تا شخصی به وجود بیاد. از طرف دیگر یک نوع سیر تطوری قهقرائی رو هم ایجاب میکنه که خلاف حکم طبیعت و خلاف حکم خداست. سیر انسان همیشه رو به بالاست،
اینکه انسان سیری بکند، رو به پایین رو به عقب باز پس برود، رجعت بکند، برگردد، صورت انسان برگردد به هیولایی که از دست داده بود و هیولای دیگر به خودش بگیرد، یک همچون مطلبی از لحاظ عقلی در فلسفه حکمای مشا هیچ وقت مطابق نیست و مورد قبول هم قرار نگرفته. اما یک معاد جسمانی دیگر هم هست در اقوال بعضی از متکلمین و اون به این معنی است که گفتند انسان وقتی تنش رو رها کرد به تن دیگر در نمیاد، منتها دوباره باز میگردد به همین تن، برای اینکه کیفر عمل خودش رو با همین تن باید ببیند، کار رو که با همین تن کرده کیفرش رو هم با همین تن باید ببیند، لذتی برده است با همین تن که منافات داشته است با اون که میبایست ببرد، بنابراین جزای اون رو هم با همین تن باید پس بده. رنجی بر او وارد شده است به ستم به ناحق با همین تن، باید تلافی اون رو هم از طریق همین تن ببینه، این طور تصور میکنه. بنابراین معال جسمانی قائلن به این معنی که میگویند روان هر کسی به تن خودش بر میگردد، به تن خودش باز میگردد، و البته در این میان فاصله ای وجود دارد. اون فاصله رو معمولا برزخ میگویند، یعنی روان از تن گسسته و هنوز به تن بر نگشته، به تن باز نگشته، در عالم برزخ است. روزی بعد برگردد و اون روز رو روز رستاخیز میگویند، روز قیامت میگویند، روز بعثت میگویند، روز حشر و نشر میگویند، که تن به پا میخیزد برای اینکه روان به اون بازگردد، جان بگیرد و بتواند با عالمی روی بیاورد، در اون عالم پاداش کیفر برای او وجود دارد. البته متدینین یعنی قشریین، از متدینین متشرعین، کسانی که صرف به ظاهر شرع پای بندند، میگویند همین تن به همین صورت به همین کیفیت برمیخیزد با ترکیب عنصری خودش و جان میگیرد و آماده برای حساب میشود. و سعی هم نمی کنم که این رو اثبات بکنم با تطبیق بر اصول فلسفه، چون اصولا این قبیل متشرع این فلسفه رو قبول ندارن. ولی البته این مانع از اون نشده است که فلاسفه وارد بحث نشوند در این مورد و دلایل مخالف برای امکانش نیارن، خورده ها نگیرن، طعنه ها نزنن، بحث ها نکنن، نگویم که کدام تن در کدام وضع خودش به تن کودکی برمیگردیم، به تنی که در جوانی داشتیم برمیگردیم، به تنی که در پیری داشتیم برمیگردیم، به تنی که در تندرستی داشتیم برمیگردیم، به تنی که در بیماری داشتیم برمیگردیم، کدام بیماری، کدام تندرستی، کدام حال، کدام وضع، کدام روز، چون این تن ما در بین ولادت ما و مرگ ما صدها نوع تحول پیدا کرده، بنابراین کدام تن و صدها اجزا از اون جدا شده و به اون پیوسته، حتی صدها اجزا از تنی که گسسته به تن دیگری پیوسته. به همین جهت که فلاسفه میگوین اعاده معدوم محاله، و چون اعاده معدوم محال است، بنابراین تنی که به تحلیل رفت و از میون رفت دیگر همون نمی شود که قبلا بود تا
جانی بتواند در آن حلول بکند. اما فلاسفه که خواستن این رو توجیه کنند، یا بهتر بگیم متکلمین که خواستن این رو توجیه بکنند این مطلب رو، به این صورت وارد بحث شدند که گفتند وقتی انسان میمیرد، روح او، نفس او که باقی است، علاقه ای با بدن خودش حفظ میکنه. چون اگر علاقه ای با بدنش حفظ نکنه، این روح روحی نیست که اون شخص در اون بدن داشت. پس علاقه نفس بعد از مرگ با بدنی که داشت محفوظ میمونه. لااقل آثاری از این تعلق در او باقی میماند که اثبات میکنه که این نفس، نفس همون شخص است. اگر بنا باشه این آثار از میان برود، تعینات از میان رفته. تعینات که از میان برود، دیگه نفوس، نفوس اشخاص نیست. نفوس اشخاص هم که نباشد، بهش و دوزخ دیگه معنی نداره. مسئله کیفر دیدن و پاداش دیدن مفهوم پیدا نمیکنه. پس بنابراین یه علاقه بین روان و تنی که به تحلیل رفته و تجزیه شده باقی میمونه نسبت به اون چه قبلا در طی زندگی خودش داشته است. و وقتی میگوییم انسان با جسم خودش باقی میماند، منظورمون همین است که با شخص خودش باقی میماند. از اون لحاظ که این تشخص رو از بدن به دست آورده، یعنی در واقع به این صورت معاد رو تعویل میکنند که اون چه باقی میماند روح است. منتها چون روح شخص من است که باقی میماند و روح شخص من با تعلق به بدن من تشخص پیدا کرده، بنابراین وقتی روح شخص من باقی میماند، به منزله این است که روحی باقی مونده باشه که علاقه ای با بدن دارد هنوز، و همون باعث محدودیت اون روح می شود، باعث تشخص اون روح می شود و باعث حفظ علاقه بین اون روح این تن می شود. شاید بگید مثلا رأی همسال ابن سینا هم نزدیکی به کمچه رأیی بوده. بعضی دیگه به بدنهای متعدد قائل شدن، یعنی علاوه بر این بدن عنصری که اصطلاح اونهاست، در مورد جسم کنونی ما که به تحلیل می رود، روح بدنهای دیگری دارد که بدنهای لطیفتری است. جسمانیت بر اونها رقیق‌تر است. حجاب ماده در اونها به این غلظت نیست که بدن عنصری ما دارد. بنابراین در واقع جسم ما پرده به پرده، تو به توست. بنابراین یک تن رو که رها می کند، هنوز تن دیگر دارد، تنهای دیگر دارد، و این تنها رو به تدریج در طی سیر روحانی خودش رها می کند تا به تجرد محض برسد. و البته هرچه این تنهای لطیفتر و رقیقتر او بیشتر باشد، یا لطف و رقت اونها بیشتر باشد، بهتر و بیشتر و زودتر اونها رو رها خواهد. پس در واقع بهشت و دوزخ هر کسی بعد از مرگش با تنش، هم لذت از تن بردن و هم رنج با تن کشیدن، منتها نه این تن عنصری، بلکه بدنهای دیگری که لطیفتره، بدنهای دیگری که کمتر حاجب روحانیت نفسه، بدنهایی که رقیقتره، لطیفتره. بعضی از فلاسفه میگویند بدنهای نجومی، بدنهای اسیری. چون حرف میزنیم بهتره بگیم که اسیر با همزه و سای مثلثه که معرب اتری یونانی باشه، یعنی جسم لطیفی که سیال است و شفاف است. البته این هم بقایایی از قصص، بقایایی از افسانه های قدماست که در ادبیات نفوذ کرده، همیشه در شعر، در هنرهای دیگر،
وقتی خواستن روح رو مجسم کنن به صورت یک ابری بخاری مهر رقیقی مجسم کردن. به همین سبب فرصت به وجود آمده برای قائل شدن به بدنهای رقیق‌تر، بدنهای شفاف‌تر و لطیف‌تر که به تدریج اینها از ما دور می‌شوند و القاب متعدد به این بدنها دادن که از جمله یکی هم بدن جسد حورقلیایی حورقلیایی است در آثار شیخیه وارد شده. متکلمین مسیحی که بعضی از مسلمین هم اینطور فکر کردن در قرون وسطا قائل به این بودند که وقتی روان ترک تن رو میگوید در واقع ترک تن رو با همین قالب و به همین صورت میگوید، منتها همیشه آماده برای این است که بتواند این تن رو دوباره به خودش بگیرد، دوباره به خودش برگرداند. البته نه همین تن با همین اجزا، بلکه تنی مشابه با همین تن، از سمخ همین تن، از نوع همین تن، تنی که بتوان او رو در همون تن شناخت که همین شخص است. یک همچو تنی باید بگیرد تا بتواند بهشت یا دوزخ براش معنی پیدا بکند، بتواند کیفر یا پاداش ببیند. البته میدانیم که ما اهل بها معتقد به یک همچو مطالبی که به نحوی از آنها معاد جسمانی رو تصدیق بکنه نیست. به معاد قائلیم، به بقای روح قائلیم. بار دیگر هم بنده در این مورد اینجا عرایزی کردم، در کتب اهل بها به تفصیل وارد شده، اما صرف اون رو بقای روحانی میدانیم، بقای یک اصل مجرد از جسم میدانیم و راجع به کیفیت اون هم هیچ اظهار نظری نمی کنیم، چون نمی توانیم اظهار نظر بکنیم. در مرتبه پایین تر نمی توانیم مرتبه بالاتر رو درک بکنیم. همینقدر به عنوان یک عقیدهی که به حکم عقل میتوان قبول داشت قبولش داریم. راجب کیفیتش هم حرفی نمیزیم، چون هر حرفی بزنیم قیاس به اون خواهد بود که ما در این جهان میبینیم، به این قیاس قیاس محل فارقه، درست نیست. اما با توجه به این که اصولا در هر مطلبی، در هر مذهبی، در هر مرامی ولو به طور قلیل، به طور مختصر، به طور مبهم، به طور مجمل هم که باشه یه نشانی از حقیقت هست، اینا باید اذعان کنیم در عقاید کسانی که معاد جسمانی قائل شده اند و سعی کردن به نحوی اون رو توجیه بکنن تا رسیده است به عقاید امثال شیخ اجل امجد زین الدین احمد احسایی علی الله مقامه به عنوان جسد حورقلیایی و امثال اونها، حقیقتی که وجود دارد، مایه ای از حقیقت در نقاید وجود دارد، از اینجا سرچشمه میگیره که اصولا انسان برای اینکه بتواند کیفر یا پاداش عمل رو پس بدهد به شخص خودش باید باقی بمونه. اصل مطلبی، اگر روانی که از او باقی میمونه روان خود این شخص نباشد، کیفر دیدن یا پاداش دیدن معنی پیدا نمی کنه. اگر مثل بعضی از قائلین وحدت وجود یا بعضی از فلاسفه دیگر، بعضی از افلاطونیان بگوییم که اون چه از انسان باقی میماند نفس عام است که نسبت اون به همه آدم یکسانه، مثل این که فرض فرمید وقتی آینه بشکند نور آفتاب برمیگرد با آفتاب بدون اینکه دیگه همون نور منعکس در اون آینه باشد، صرف به بقای عام نفس قائل باشیم، این نفس، نفس شخص نخواهد بود. وقتی نفس شخص نباشد کیفر و پاداشم دیگه معنی پیدا نمی‌کنه. حالا چگونه ممکن است روح، نفس، یک جوهر مجرد است
بتواند تعلق به شخص پیدا بکند، یعنی چیزی در این حال هم جوهر باشد هم مجرد باشد و هم شخص باشد. البته این مسئله بسیار مهمی در فلسفه است، از معضلات فلسفه است، مسئله تشخص، که چگونه می شود گفت جوهر انسان تشخص پیدا کرد، عنوان شخص به خودش گرفت و این عنوان شخص از کجا آمد. بنابراین حقیقتی که محفوظ می‌ماند در این عقاید همین است که وقتی می‌گویند روح به نحوی از آنها با جسم باقی میمونه، به نحوی از آنها با چیزی که بشود اون رو بدن گفت باقی میمونه، جوهر مطلب که میتونه حقیقت داشته باشه این است که جسم روح به صورتی باقی میماند که میتوان اون رو روح شخص نامید. و چون شخص بودن در نظر ما با محدود شدن به همین محدوده بدن قابل تصوره، این است که به نحوی از آنها اون عامل تشخص رو بهش بدن یا جسم گفتن. حتی این رای در بعضی از الواح، در بعضی از آیات مبارکه هم به عنوان بدن اخروی وارد شده، بدن اخروی انسان، یعنی اون که مایه تشخص انسانه، مایه این می شود که روح انسان محدود به حدود شخص انسان بشود و از اون لحاظ مناسبتی با اون چه بهش بدن می گوییم داشته باشد، سنخیتی با اون چه بهش جسم می گوییم داشته باشد. چون اگر این طور نباشه، روح روح شخص نباشد، کیفر و پاداش برای او بی‌معنی خواهد. کیفر و پاداش هم که بی‌معنی بود، دوزخ و بهشت معنی نخواهد داشت، بلکه دوزخ چیزی نیست جز کیفر کارهای بد، بهشت چیزی نیست جز کیفر کارهای نیک، یا بهتر بگیم پاداش کارهای نیک، گرچه این پاداش و کیفر هر دو لفظ عام نیست در زمان فارسی که هم به کار بد و هم به کار نیک، در مقابل کار بد و هم در مقابل کار نیک هر دو رو می شود گفت. لفظ خاص برای اون چی در مقابل کار بد می آید بادفره است، که البته امروز مستعمل نیست در زبان فارسی، ولی اصطلاحاً پاداش رو بیشتر برای کار خوب می گن و کیفر رو برای کار بد، ما همین اصطلاح رو حفظ می کنیم. بهش چیزی جز پاداش کار نیک و دوزخ چیزی جز پاداش کار بد نیست. البته این پاداش چرا باید باشد؟ قبلا راجع به مطلب بحث کردیم، چون انسان به اختیار خودش عمل میکند، بنابراین مسئول عمل خودش هم باید باشد، و چون مسئول عملشه، بنابراین نتیجه عملش هم باید به خودش برگردد، و اگر این طور نباشد خلاف عدل الهی است، با عدل الهی منافات داره. اینا البته این رأی بعضی از فلاسفه است، بعضی از حکمای دیگر هم که عدل الهی رو زیاد در بارش تأکید نکردن، باز به بهشت و دوزخ صرف به عنوانی که اراده الهی تعلق میگیرد کسی بهشتی یا دوزخی باشد قائل بودن. بنابراین لازمه قبول کردن اختیار انسان این است که کیفر و پاداش در مقابل کارهاش باشد. حتی کسانی که به جبر قائلند، اونها هم کیفر و پاداش رو منکر نیستند، منتها به عنوان نتیجه ضروری عمل، اونم به حکم جبر قبول میکنن. یعنی بیان همونطوری که انسان مجبور است که به اصطلاح شما این کار رو بد یا خوب انجام بده، همونطور هم بگویید مجبور است که اون کیفر بد یا کیفر خوب رو ببیند در خود. برزا فرقی نمی کن در اصل مطلب اعتقاد. این کیفر و پاداش رو بعضی میگویند در همین جهان وجود داره،
یعنی بهشت و دوزخ هر کسی با خودش در همین جهان است. هر کسی هر کاری میکنه، نیک باشه یا بد باشه، کیفرش رو در همین جهان میبیند. البته این کیفرها ممکنه کیفر جسمانی باشه، مثلا افراط در شراب خارجی بکنند و جسم علیلی به همون مناسبت داشته باشد که از اون لحاظ رنج ببرد، یا افراط در قماربازی بکنند و از اون لحاظ جسم علیل و اعصاب متشنج و حال غضب اشتمالی همیشه داشته باشد، تو با نگرانی و ناراحتی که همون کیفرش در همین حالم. یا ممکنه کیفر مالی باشد، به فقر گرفتارش بکنه، یا ممکنه کیفر قانونی باشه، یا ممکنه کیفر رسوایی در مقابل افکار عامه باشه، یا ممکنه کیفر وجدانی باشه، یعنی احساس ملامت وجدان در خودش بکند و این رو کیفری برای خودش بداند و ببین. در همین جهان هر کسی هم دوزخش و هم بهشتش رو میبیند به اون روز روز. البته این امر، این مطلب، این عقیده صحیحه، نمیتونه غلط باشه، درست. یعنی اعمال ما کیفر و پاداشش از همین جهان آغاز میشود، ولی نمیتونیم بگیم به همین جهان پایان میپذیرد، برای اینکه کافی نیست اون چه در این جهان میبینیم، یا بیش از حد کفایت است اون چه در این جهان میبینیم، چون همه اینها در واقع مقایسه گفته میشه. چه بسا کسانی عمری به ستمگری بگذرونن و هیچ گونه کیفری هم نبینن، یا کیفری نبینن که اون کیفر معلوم مردم باشد، محسوس مردم باشد. بنابراین کافی نیست، اگر هم از این جهان شروع میشود باید در زندگی جاویدان ادامه پیدا بکند تا وقتی که اراده الهی به تزکیه و تصفیه نفس قرار بگیره، و یا اینکه بهتر بگیم این تزکیه و تصفیه رو کافی بداند و او رو مغفور بکند. اگر همچه اعتقادی نباشد، اون اعتقاد به عدالت از میان میرود در عالم. یعنی کسی که قائل به همچه پاداش کیفری نیست، عالم رو دستگاهی میبیند که دستگاه عدالت نیست، و یک همچه شخصی نمیتواند معتقد به دین باشد، نمیتواند متدین باشد وقتی دستگاه عالم رو دستگاه عدالت نداند، یا دستگاه خیر نداند. اگرم به عدل تعبیر نکند، دستگاه خیر و احسان نداند، دستگاه فضل و رحمت نداند، یه نظر مثبت به این جهان نداشته باشه، یه همچی کسی متدین و معتقد نمیتونه باشه. پس به این ترتیب لازم میاد اعتقاد به بهش و دوزخ در جهان دیگر. در جهان دیگر بهشت یا دوزخ رو یه تعبیر جسمانی کردن که صرف در ادیان بوده که شرحش واضحه، باقی با جویبارهایی، با درختانی، با گلهایی، با شیری، با عسلی، با سیبی، با اناری، با خرمایی، با هر آنچه به مذاق مردم در روزگاری خوش می آمده صحیح بوده، با شیر مصفا، با شراب طهور، با حور و با غلمان، به هر تعبیری که میخواید در نظر بگیرید، برای نیکوکارا، و دوزخی با مار و با عقرب و با چاه ویل و با آتش، با تازیانه و با هر گونه کیفر دیگری که به مذاق مردم در روزگاری بد میامد. البته یک همچه اعتقادی صرف باید به حکم دین مورد قبول قرار بگیره، دیگه اعتقاد عقلی نمیتونه باشه، اعتقاد معقول
قابل اثبات از طریق فلسفه محض نمیتونه باشه با صرف نظر از اعتقاد. فلاسفه بهشت رو و دوزخ رو صرف تعبیر عقلی میکنن، به این معنا که میگوین که اون چه از ما باقی میماند چون نفس ناطقه ماست و در نفس ناطقه ما اصل قوه عقلیه است، یعنی اصل عقله، بنابراین نفس در مقامی قرار میگیرد که صرف حکم عقل حاکمه، یعنی یک نوع معرفت عقلی محض که یک نوع سنخیت پیدا میکنه با عقل اول که اولین صادر از خداست، میتواند به سر ببرد و همین بهشت او باشد. یعنی در واقع بهشت بدون این که التزازش التزاز احساسی و انفعالی باشد، التزازش التزاز عقلی است. فیلسوف در مقامی قرار میگیرد که میتواند مقام عقل محض و معقول محض و عاقل محض باشد، که در همچون مقامی در این جهان نمیتوان قرار گرفت به مناسبت این که محاط به امور مادی و حسی هست. در نظر ما اهل بها، بهشت و دوزخ نفس عمله، یعنی خود کار است که اگر نیک باشد بهشت خودشه و اگر بد باشد دوزخ خودش. نفس عمل بهشت و دوزخ، یعنی کسی که بد میکند با همون بد کردن در دوزخه و کسی که خوب میکند با همون خوب کردن در بهشت. خود عمله منتها چون اعتقاد به بقای روح داریم، میگیم این نفس عمل ادامه دارد، امتداد دارد. فقط در همین جهان نیست، در جهان دیگر فارغ از اشتغالات این جهان، یعنی فارغ از اون چه نمیگذارد ما نفس عمل نیک رو بهشت خودمان بدانیم یا نفس عمل بد رو دوزخ خودمون بدانیم، در جهان دیگر در وضعی قرار میگیریم که فارغ از امور مادی این ادراک رو احساس حاصل میکنیم که ببینیم نفس عمل ما دوزخ ما بوده و نفس عمل ما بهشت ما بوده. اما کدام عمل؟ عملی که عاری از هر گونه شائبه ای باشه، عملی که عاری از هر گونه مقصد و مرامی باشد، عملی که هیچ گونه توجه به هیچ عامل دیگری در اون نباشد، همون مطلبی که به عنوان قاعده معروف و زیبای بهایی حکم جمیل کتاب اقدس خاطر نشان ماست، اعمالی که حباً لجمالی انجام بگیر. یه همچو عملی خود بهشته، منتها در این جهان همیشه معلوم نیست که واقعا خود بهشته، در جهان دیگر معلوم می شود که خود بهشت بوده و هست و خواهد بود. پس در واقع در همین جاست که برمیگردیم و میبینیم که بهشت و دوزخ ما هم بیش از اون چه مثل فلاسفه با عقل